نمونه قتل عام نور و احساس، قلب ما شده روشن از طلوع الماس. با ستاره از رویش سحر میخونیم، پای حرفمون تا سقوط شب میمونیم. سلام به همه شما بینندگان ویژه برنامه طلوع الماس. در 51مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با شما هستیم و بهترین شادباش ها رو تقدیمتون میکنیم. من هم خدمت شما عزیزان سلام میکنم و امیدوارم هر جای دنیا که هستید سرشار و سرفراز باشید. 51مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو بهتون تبریک میگیم و با آرزوی آزادی زیباترین وطن به سراغ اولین بخش برنامه امروزمون میریم. یک ساله که از حیات پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران می‌گذره. در این 51 سال هر چه بوده فدا بود و رنج و نبرد، هر چه بوده زندان بود و شکنجه و کارزار. حالا بعد از گذشت 51 سال ممکنه که همه ما در مقابل این سوال قرار بگیریم که راستی نتیجه این 51 سال رنج و شکنج چیه؟ مجاهدین چی به دست آوردن؟ آزادی که هنوز محقق نشده، دموکراسی هم که هنوز حاکم نشده، مجاهدین هم که همچنان از میهن خودشون دور هستن. پس چی شد؟ آیا قرار همیشه رفتن و رفتن باشه؟ پس رسیدن چی میشه؟ مجاهدین سال هاست که به سوالاتی از این قبیل پاسخ دادن، البته نه فقط در حرف و کلام بلکه در جریان عمل. اگه مجاهدین در پی پست و مقام بودن، میتونستن در همون روزهای اول بعد از انقلاب ضد سلطنتی شرط تن دادن به ولایت خمینی رو بپذیرن و از همه چیز برخوردار باشن. اما داستان این نسل داستان دیگه ایه. اونجایی که مجاهدین در این بیش از نیم قرن به دست آوردن اعتماد خلقشون بود. اونچه که به دست آوردن فردا بود. فردا که میگم منظورم همون امید یگانه ایه که جهانی به انتظارش نشسته. همون پاسخ رنج ها و درد ها، همون مرهم زخم ها. در این 51 سال بذری در دل خاک ایران کاشته شده که تضمین کننده آبادی و آزادی فردای ایرانه. هزار اشرف، نقشه مسیر آزادی است. زنده باد سازمان مجاهدین خلق ایران. درود بر رجوی. 1,2,3,100,000 اشرف می‌سازی. از طرف اشرف 830 اردبیل، شهریور 1395. از طرف جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف 900 کرج برای برپایی 1000 اشرف اعلام می‌کنیم 1,2,3,100,000 اشرفی می‌سازیم. حاضر حاضر حاضر. شهریور 1395.
از طرف جمع جوانان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف 600 اردبیل ضمن تبریک به مناسبت 51مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران برای برپایی 1000 اشرف در شهرهای میهن اسیرمان ایران اعلام می کنیم. حاضر، حاضر، حاضر. اینجا منزلی هست که بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران محمد حلف نجات در آن زندگی میکرده. در خانه پدری ایشان بوده، شهریور 95 است. در مقابل این خانه به یاد بنیانگذار کبیر محمد حلف نجات ایستاده، به یادش را گرامی میداریم و راهش را ادامه میدهیم. درود بر مجاهدین خلق ایران. هیچ پهنه‌ای نیست که در اون شاهد رویارویی مجاهدین و رژیم ولایت فقیه نباشیم. و البته در میان این پهنه‌ها موضوع حقوق زنان جایگاه ویژه‌ای رو به خودش اختصاص داده. فقط یک نگاه ساده و گذرا به اخبار منتشر شده از رسانه‌های خود رژیم کافیه تا هر ناظری به نقض وحشیانه حقوق زنان در ایران آخوندزاده پی ببره. این داستان هم به هیچ وجه در رژیم ولایت فقیه تازگی نداره. خمینی از فردای روی کار اومدنش با شعار یا روسری یا توسری سرکوب زنان رو شروع کرد و این خط ضد بشری تا امروز هم ادامه دارد. درست به همین علت هم هست که شاهد نهادینه کردن و تثبیت جایگاه زنان در رأس سازمان مجاهدین خلق ایران هست. این پاسخ تاریخی مجاهدین به رژیم زن ستیز ولایت فقیه. سازمان مجاهدین خلق ایران موفق به ارائه یک الگوی بی‌نظیر شده، الگویی که در اون شاهد ظهور نسلی از رهبران هستیم، زنانی که قادرن یک جنبش انقلابی رو اون هم در برابر رژیمی مثل رژیم آخوندی هدایت کنن. این مسئولیتی بسیار پیچیده و تجربه گرانقدر هست که تضمین کننده استقلال و آزادی ایران فردا است. این واقعیتی که شخصیت‌های بین‌المللی هم بر اون سهه گذاشتن و به روشنی ازش به عنوان یک سلاح کارا در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه نام می‌بره. حرفای آقای رودی جونیانی در گرد همایی سال گذشته مقاومت ایران نمونه جالبیه که میشه در اون از آن به این واقعیت رو به چشم بود. Wake up! How many people are here today? 100,000? 110,000? How often have you come here? There is an alternative. Madam Rajavi, the National Resistance Movement, all of you and all of the people inside Iran that you know better than I do, who yearn for what all human beings yearn for: freedom, respect, dignity, an ability to live with the religion of their choice, and a country that respects the right of women. How could you make that point more clear than by having a woman who is running this organization?
روزهای 17 جوان بود که شاید این بودم که تو خانواده و اطرافیانم این غوغایی بود، همه نگران بودن و یعنی خیلی شلوغ بود و اینا. سوالم این بود که مگه چه اتفاقی افتاده و من چه اتفاق بعدی افتاده که همه اینقدر ناراحت و غمگین هستن، که حالا بچه بودم زیادم متوجه نمیشم، یعنی نمیفهمیدم چه خبره. ولی فقط یه روز یه جمله شنیدم که میگفتن که سازمان مجاهدین وارد یک مرحله سختی شد بعد از 17 جوان. اولین بار بود اونجا که واژه سازمان مجاهدین رو شنیدم و تو ذهنم حک شد که و حک شد سازمان مجاهدین و اینکه کنجکاو بشم و بعد دنبال این باشم که سازمان مجاهدین کیه و چیه. من چون کلا در ملأ هواداری بودم کلمه مجاهد خلق و اسم سازمان مجاهدین رو زیاد میشنیدم، ولی که خودم مجاهد خلق بشم برام یه پدیده دست نیافتنی بود. تا اینکه یه روزی تو ماهواره رژه خواهرامون رو دیدم، یک دفعه یک حس قدرتی بهم دست داد که ای منم میتونم مجاهد بشم، که اونجا بود یعنی این جرقه در ذهنم زده شد که بعد تصمیم گرفتم که به هر قیمت مجاهد خلق بشم. مجاهد خلق کسیه که زندگی رو با همه زیباییاش دوست داره، البته نه فقط برای خودش، اتفاقا با فداست که همه این زیبایی ها رو میخواد برای مردمش به دست بیاره و برای اونا فراهم بکنه. این تبریک فقط متعلق به من مجاهد خلق و حتی سازمان نیست، بلکه متعلق به همه مردم ایرانه، چرا که این یک آرمان و یک گنجینه ملیه. تبریک، تبریک و هزار تبریک به شما به خاطر داشتن چنین سازمانی، سازمانی پر افتخار و با داشتن چنین آرمانی که در برابر رژیمی که میخواست صدای شما رو خفه کنه ولی صدای تک تک شماست. پس به داشتن چنین سازمانی واقعا باید افتخار کنید. ستاره ها رسیده جنگلی که با کی از تبر نداره، ضربه ها به پیکرش اثر نداره، از هزار خیش و خانمان گذشته، جز هوای خلق خود به سر نداره. شکل تندری بستوانا میرسد بی مهابا. مجاهد 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 مجاهد، آتش خشم یک انتقام است، نبض توفنده هر قیام است، بشکند بند و زنجیر و دیوار، برکند چوبه تمام رنج های این خاک، خون تازه‌ای به قلب های خسته، اعتماد مردمان دل شکسته. مجاهد مجاهد
مجاهد مجاهد مجاهد. پنجاه و یک سال پیش در چنین روزی، در یکی از تاریکترین شبهای تاریخ میهن ما، شعله‌ای پرشراره گر گرفت و زبونه کشید. شب رو شکاف و از حصار زمان گذشت. پاسخی کوبنده بود به سؤالی دشوار. سازمانی بن‌بست شکن بود که راهی پر افق رو گشود. سازمان مجاهدین خلق ایران. حالا امروز 51 سال بعد از تولد اون شعله، چلچراغی در شبانه میهن ما قد کشیده که برای روشن کردن تمام تاریکی‌ها نور داره. 51 سال طول کشید تا خشت‌های رنج و درد بر هم نشستند و برج بالا بلند آزادی بنا شد. حالا این باروی ایستادگی میهن ماست که از افتخار سر به آسمون ساییده و تمام چشم‌اندازهای فردا رو در بر گرفته. می‌دونم که حتی تصورش هم دردناکه، اما لحظاتی به این فکر کنید که اگر این باروی شرافت نبود چه می‌شد؟ ایران ما چگونه ایرانی بود؟ سرزمینی بی خورشید، مردمی بی امید و شبی تاریک و بی فردا. سازمان مجاهدین خلق ایران ستون فقرات مقاومتیه که خورشید و امید و فردای ایران و ایرانیه. تبلور ایستادگی تاریخی مردم ایران در برابر ارتجاع و بنیادگرایی. این همون شرافت گرانبهاییه که به سادگی نصیب ملتی نمیشه. در تلیعه 51مین سال حیات پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران جا داره که با اشتیاق تمام به چشم‌اندازهای فردا نگاه کنیم و با ایمان به پیروزی در تقدیر به حفاظت و حراست از گنجینه‌ای برخیزیم که بزرگترین دارایی ایران در روزگار ماست. ما با یک چنین سرمایه گرانبهایی بیگمان پیروز می‌شویم. کتاب تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران رو از آغاز ورق زدیم و با نگاهی گذرا تا ششمین سالگرد تأسیس سازمان پیش اومدیم. از راهی گفتیم که به همت محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اسخر ودیدازگان آغاز شد و از پیشگامانی گفتیم که 6 سال تمام به صورت مخفیانه این راه رو پیمودند و سازمان حنیف رو در آستانه یک ظهور تاریخی قرار دادند. اما امروز با همین اما کار داریم. دیکتاتوری سلطنتی در تدارک جشن‌های 2500 سالی شاهنشاهی بود. سلطان عاری از مهر با دعوت از سران کشورهای جهان و فراهم کردن سفره‌های رنگارنگ سورچرانی در صدد بود تا ثبات پوشالی خیش را به رخ بکشد. لازمه اجرای چنین نمایشی سرکوب بود و سرکوب بود و سرکوب. پس سواک دست به کار شد و هجوم گسترده‌ای را به تمام نیروهای مبارز آغاز کرد. دستگاه امنیتی شاه بعد از ماه‌ها شناسایی سرانجام در روز اول شهریور سال 1350 موج دستگیری مسئولان و کادرهای سازمان نوبنیاد حنیف را به راه انداخت. در جریان این سلسله حملات 90% از اعضای سازمان و از جمله تمام مرکزیت آن دستگیر و روانه شکنجهگاه‌های رژیم شاه شدند. ضربه فراتر از تصوره. یعنی چی؟ یعنی همه اون چی که محمد آقای حنیف و یارانش ساخته بودن خراب شد؟ یعنی دیگه سازمانی نیست؟ آخه سازمانی که تمام مرکزیتش توی زندان به سر میبرن چطور میتونه کمر راست کنه؟ آیا باز هم قراره که این امید نوظهور به ناامیدی بدل بشه؟
وقتی یک جریانی صادقه و به میدون اومده که بپردازه، وقتی این جریان اهل فداکاریه و جز آزادی خلقش صدای دیگه ای رو در سر نداره، روشنه که در هر شرایطی که قرار بگیره، در هر سختی و مشکلی که باهاش مواجه بشه، میتونه خودش رو با اون شرایط منطبق کنه و در برابر موانع و مشکلات پیش رو براش راه حل در بیاره. حنیف بنیانگذار هم سازمانش رو بر اساس همین دو ارزش اصیل انسانی، یعنی صداقت و فدا، بنیانگذاری کرده بود. بنابراین اولین کاری که توی زندان کرد جمع‌بندی ضربه بود، یعنی وا نرفت، ناامید نشد، گفت زندان هم بخشی از مسیر مبارزه است، پس باید فداکاری کرد، باید ایستاد، باید قیمت داد و از اون به بعد زندان تبدیل به میدان رزم شد. سابک شاه برای ضربه زدن به اعتبار محمد آقا و مسئله دار کردن سایر کادرها برای همه اعضای مرکزیت سازمان حکم اعدام صادر کرد و فقط به محمد آقا حبس ابد داد. بعد هم سه شرط براش گذاشت و گفت اگر محمد آقا این سه شرط رو بپذیره زنده میمونه. یک، مارکسیست‌ها رو محکوم کن. دو، مبارزه مسلحانه رو محکوم. و سه، بگو که سازمانت وابسته به عراقه و از عراق دستور. پاسخ حنیف کبیر به هر سه خواسته ساواک تنها و تنها در یک کلام قاطع خلاصه شد: نه. محمد حنیف نژاد قبل از همه و بیش از همه میدونست که بهای اون نه تاریخی چیه. حنیف برای گفتن آری و پذیرش شرایط ساواک میتونست هزاران دلیل بتراشه، از تقیه پذیرش سوری خواسته ها تا ضرورت رهبری سازمان، التیام زخم های ناشی از ضربه. میتونست بگه این سازمان نوپا نیاز به رهبری داره. میتونست بگه اگه من نباشم کسی نمیتونه این سازمان رو سرپا کنه. اما حنیف نژاد هیچ کدوم از این حرفا رو نگفت. حنیف فدای بی چشم داشت رو انتخاب کرد و باور داشت که آینده جنبش در گرو همین انتخابه. تا قبل از حنیف، مرام و مسلک رهبران سیاسی حفظ خود بود. رجال سیاسی پشت سر مردم حرکت می‌کردند. مردم در صحنه خون می‌دادند، اما روز روزش جای رهبران خالی بود. حنیف بنیانگذار ارزش فدای از بالا رو احیا کرد. یعنی خودش گفت ما باید شهید بشیم و بقیه راه رو ادامه بدن. این لازمه رشد و بالندگی سازمان و باز شدن راه انقلابه. امشب قرار اتفاق مهمی بیفته. دیوارهای این دو سلول به هم چسبیده شاهدان خاموش واقعی تاریخی هست. رخ دادی که اهمیتش سالها بعد روشن میشه. در این سلول محمد آقای حنیف نشسته با پیکری خونچکان از شکنجه های وحشیانه ساواک، با دلی به وسعت همه دریاها و اندیشه‌ای که در حصار تنگ هیچ زندانی نمی گنجد، اندیشه‌ای که در دوردست ها سیر می کنه در افق‌های تابناک فردا. و توی سلول بغلی مسعود نشسته، مسعود رجبی، عضو مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران و نزدیکترین و دوست داشتنی ترین یار حنیف. امشب این دو زندانی از پشت دیوار با ضربات مرز با هم سخن میگن. حنیف
بار امانت رو بر شانه های مسعود میذاره، پرچم آرمان و سازمانش رو به دستش میده و ازش تعهد میده. یک شب من اونجا بودم با برخی از برادران که شاید همینجا باشند، هم دادگاه بودیم، مثل محمود احمدی، مهدی فیروزیان، محمد طریقت. فردا عصر از بغل گوشم در حالی که اسممون رو خونده بودن که وسایلمون رو جمع کنیم برای انتقال به قصر، صدایی شنیدم، دیوار، و دقت کردم مرس بود، ولی نه مرس معمول که مثلا با انگشت میزدیم به دیوارها، فلزی بود که به دیوار میخورد. بچه ها رو صدا کردیم، با کمال شگفتی صدا گفت که من محمد حنیفم. من هم اسمم گفتم. گفت اینجا چه میکنی؟ داستانا رو گفتم. بعد پرسیدیم شما چه میکنید؟ گفت دست و پام بسته است، آوردن بالای سر مهدی رضایی، ولی در کمیته مشترک کمیته و شهرباری اون زمان، ولی گفتم که نمیشناسمش. در همونجا به من و همه مجاهدین ابلاغ مسئولیت کرد و تعهدمون رو گرفت. و البته حسرت دیدارش دیگر بر دلمون موند، چون چند هفته بعد خبر شهادتشون رو شنیدیم. قرآن کلمه پاک و پاکیزه رو به درخت پاک تشبیه میکنه، درختی که ریشه هاش تا اعماق زمین فرو رفته و شاخ و برگش در آسمان هاست. حنیف کبیر هم با تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران بذر چنین درخت پاکی رو توی خاک تبدار ایران کاشت، درختی که با خون بنیانگذاران آبیاری شد و حالا مسعود یگانه نگاهبان این درخت بود برای ادامه ایران. مسعود رجوی تنها بازمانده از مرکزیت سازمان حنیف بود. او در 25 بهمن سال 1350 همراه با 4 عضو دیگر مرکزیت، یعنی مجاهدان خلق، ناصر صادق، علی میهندوس و محمد بازرگانی، در یک دادگاه نمایشی محاکمه شده بود و با دفاعیاتی جانانه صحنه ساخت و پرداخته شاه را به فرصتی برای تشریح مواضع سازمان و افشاء رژیم سلطنتی تبدیل کرده بود. هر 5 متهم این میدادگاه سرانجام به اعدام محکوم شدند. در آن سالها برادر بزرگتر مسعود رجوی، یعنی دکتر کاظم رجوی، یک حقوقدان برجسته بین‌المللی بود. او به محض اطلاع از خبر صدور حکم اعدام برادرش، یک کارزار گسترده بین المللی را علیه حکم اعدام مجاهدین به راه انداخت. شاه در وحشت از محکومیت‌های بین المللی و تحت فشار افکار عمومی مجبور به عقب نشینی شد و حکم اعدام رجوی را به حبس ابد تقلیل داد. ۱۹۹۹
در اون روزهای دشوار و پرتب و تاب، مسعود رجوی از زندان قزلقلعه نامه‌ای رو خطاب به مجاهدین و هواداران سازمان نوشت که در واقع یک عهدنامه بود، یک سوگندنامه، بشارتی برای پیروزی. به عنوان یک مجاهد ناچیز و به اقتضای وظیفه انقلابی و انضباط تشکیلاتی، خود را آماده کرده بودم. به عنوان یک مجاهد ناچیز و به اقتضای وظیفه انقلابی و انضباط تشکیلاتی، خود را آماده کرده بودم تا ناچیزترین سرمایه خود، یعنی جانم را، به انقلاب این خلق بزرگ ادا کنم. اما منافع دیکتاتوری حاکم، مخصوصاً در خارج ایران، مرا فعلاً از این سعادت جاویدان محروم کرده است. لیکن آنچه در این لحظات مهم است، تجدید عهد با شهیدان به خون خفته خلق است که در آخرین لحظات لبهای تبدارشان را بوسیده و صدای تپش قلبشان را که جز به خاطر سعادت و آزادی خلق نتپیده است شنیدم و متفقا سوگند خورده ایم تا پیروزی. به خون شهیدان و پاکان قسم، به رزم‌آوران و دلیران قسم، به مهر فروزنده انقلاب، به تابید بر خلق ایران قسم، به دست پر از سینه کارگر، به پای پر از زخم دهقان قسم، به تا صبح آزادی توده ها، به جنگ ضد نابودی. این است معنای تحت لفظی کلمه فدا. این تعریف یک انقلابی از فداست و راستی که این مفهوم به زیباترین شکل ممکن در فدای بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران تبلور پیدا کرد. شاه تصور می‌کرد که با اعدام مجاهدین پیشگام سازمان حنیف رو متلاشی و نابود می‌کنه، اما خون پاک اون یلان گردن فراز طوفانی از انگیزش و الهام به پا کرد و نام سازمان رو بر سر زبون ها انداخت. سالهای نیمه اول دهه 50 سالهای اوجگیری مبارزه انقلابی مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه بود. با وجود همه ضرباتی که ساواک شاه به سازمان مجاهدین و سایر بخش‌های جنبش مسلحانه وارد آورد، آتش این مبارزه روز به روز گسترده تر می شد. چرا؟ چون که بنبست مبارزه گشوده شده بود و برای مردم ایران مهرس شده بود که استراتژی مبارزه انقلابی مسلحانه تنها راه سرنگون کردن دیکتاتوری شاه. بعد از شهادت بنیانگذاران و انتشار متن دفاعیات برادر و شهدای 30 فروردین، به یکباره شاهد موجی از حمایت‌های مردمی بودیم. دانشجوها، بازاریا، اقطاب اجتماعی و مذهبی ها و حتی آخوندهایی مثل منتظری همراه با سایر نیروهای اجتماعی به مجاهدین روی آوردند. مردم دردمند که نور امید در دلهاشون روشن شده بود، از هیچ کمکی در زمینه مالی و یا در پناه دادن به رزمندگان مجاهد و مبارز دریغ نکردند. مجاهدین به عنوان تنها سازمان انقلابی مسلمان برای اقشار طبقات مردمی شناخته شده بود و همین موضوع باعث محبوبیت هرچه بیشتر مجاهدین می شد. اینطور بود که حمایت مردم ایران و همچنین حمایت بین المللی از سازمان بیشتر برانگیخته شد و توان ساواک در ردیابی و دستگیری مجاهدین کمتر و کمتر شد. آرم سازمان مجاهدین خلق ایران با پیشانی پاک شده از آیه. این تصویری بود که در سال 54 در برابر چشم‌های مجاهدین و حامیان اونها قرار گرفت. داستان چی بود؟ معنی این کار چیه؟ درست در اوج محبوبیت مجاهدین و پیشروی نام سازمان در قلب توده‌ها، یک سونامی هولناک از راه رسیده بود.
ضربه اپورتونیست های چپنما و متلاشی کردن سازمان مجاهدین خلق ایران از درون. زخم، زخم خیانت بود. خیانت به اعتماد خلق. به سال 54 و 55 که رسیدیم دیدیم به به اپورتونیست ها برده و همه چی را خورده و فرو پاشانیدند. بعد دیدیم که آرم سازمانم فضل اللهش را برداشتند و میگن سازمان مجاهدین مارکسیست شده و باز هم سواک بود که دستفشانی و پاکوبی میکرد و این اپورتونیست های نمیدونم چی بگم خائنه. این هم که ککشون نمیکسید. حقیقت بهترین کمک رو به خمینی کردن. بعدم گفتن شریف واقفی هم بود که براش همین کتاب تبیین رو فرستاده بودیم، تو زندان نشسته نوشته و براش فرستاده بودیم. شنیدم که گفته بود اون موقع ناراحت نباش برامون تانک رسید از زندان، به حرف اصطلاحات اون روزگار. آن هم که شهید شد. دل بسته بودیم به فرهاد صفا که از نزد خودمان از زندان رفت. مدتی بعد خبر شهادتش رسید و دیگر هیچ کورسویی وجود نداشت. درست در همون شرایطی که امیدها به ناامیدی بدل شده بود و کورسویی وجود نداشت، مسعود رجوی از نهتوی سلولهای اوین با جسمی کوفته از شکنجه‌های دشخیمان شاه برخاست و به عنوان تنها وارث حنیف مشعل انقلاب رو دوباره روشن کرد. مسعود از سرچشمه نوشیده بود، از آیین پاک حنیف. پس به ریشه رفت. مرزهای آرمانی مجاهدین رو دوباره ترسیم کرد و در جریان یک جنگ ایدئولوژیک سهمگین سازمان متلاشی شده رو دوباره احیا کرد. جوانهای انقلاب بر شاخسار درخت سرمازده به آرامی رویش از سر گرفتند. سردار شهید خلق موسی خیابانی که یکی از سرداران مسعود در این نبرد دشوار ایدئولوژیک بود، سالها بعد درباره این مقطع از تاریخچه سازمان و نقش مسعود رجوی اینطور گفت: اما مسئولیت بسیار سنگینتری که برادرمون مسعود اون را به دوش کشید و حتما فشارهایی که در این رابطه تحمل کرد به مراتب از فشارها و شکنجه های سواک بیشتر بود، مربوط می شود به سال 54 بعد از ضربه‌ای که از طرف اپورتونیست های چپنما به سازمان ما وارد شد و بعد از اینکه این ضربه علنی شد و از پرده بیرون افتاد، ضربه‌ای که اپورتونیست ها اون را تغییر ایدئولوژی سازمان اسم گذاشت. با این ضربه در واقع می توانم بگویم که سازمان ما متلاشی شد. یعنی با این ضربه و در ادامه اون در واقع سازمان ما متلاشی شد. آثار ویرانگر و مخرب ضربه اپورتونیستا علاوه بر بیرون در زندان ها نیز خودش را نشان داد. فقط در یک محیط کوچک، یعنی در زندان اوین بود که یک مقاومت اصولی و در شرایطی بسیار سخت و طاقت فرسا در مقابل جریان اپورتونیستی چپنما و آثار مخرب آن شروع شد و مسعود کسی بود که این جریان مقاومت را رهبری نمود و همین مقاومت بود که بالاخره به تجدید حیات و بازسازی جنبش مجاهدین خلق انجام.
به تعبیر روح راستین انقلاب ضد سلطنتی یعنی پدر طالقانی، از خون بنیانگذاران سازمان مجاهدین سیلاب ها برخاست. رسم و رنج نیروهای انقلابی ثمر داد و انقلاب ضد سلطنتی با سرنگونی شاه به پیروزی رسید. حالا فصل جدیدی آغاز شده بود. حالا بهار آزادی فرا رسیده بود و مجاهدین بعد از تحمل سالها رنج و اسارت به آغوش خلقشون بازگشته بودند. که زمینه با سمونی پرچراغ سیراب از خون هزاران نازنینه دشتی پر از گل خشم دو نمیپذیریم تموم کوچه ها رو دست میگیریم ما این وطن رو پس میگیریم قفس رو نه نمیپذیریم تموم کوچه ها رو دست میگیریم آره ما خمینی دجال حاکمیت مردم ایران رو دزدید، خیلی رویاها برای خودش داشت. میخواست از شرایط استثنایی که انقلاب ضد سلطنتی براش فراهم کرده بود بهره ببره و روی موج خون مردم ایران سوار بشه و یک امپراتوری به اصطلاح اسلامی رو پایه‌ریزی کنه. اما نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که بعد از 37 سال با رژیم زهرخورده‌ای مواجهیم که وزیر خارجه‌اش میگه تنها راه حل مسائل منطقه گفتگوئه. رژیمی که
عمق استراتژیکش رو از دست داده و تمام کشتی‌های منطقه‌ایش به گل نشسته. پس چی شد که رژیم ولایت فقیه به چنین نقطه‌ای رسید؟ بدشانسی اصلی آخوندهای حاکم بر ایران حضور یک جریان متضاد، یک آنتیتز و یک هم‌آورد ایدئولوژیکی بود که در هیئت سازمان مجاهدین خلق ایران در برابر ارتجاع مذهبی قد علم کرد. یک اندیشه انقلابی که بذر اون در سال 1344 توسط حنیف کبیر و بنیانگذاران سازمان مجاهدین کاشته شد و به یمن استمرار یک رهبری زیصلاح و یک تشکیلات پولادین آخوندها رو از نفس انداخت. بله، به اعتبار وجود چنین نبرد سهمگین و دورانسازیه که امروز اگر هر انتخابات آزادی در ایران برگزار بشه، جریان ارتجاعی حاکم مطلقاً رأی نخواهد آورد و حذف خواهد شد. این افتخار ملت ایران و دستاورد بزرگ مبارزه سازمان مجاهدین خلق ایرانه. و این تاریخچه پررنج و خون سازمانی است که برای احیای کلمه آزادی راهی بس دشوار را پیموده است. هنگام که نومیدی چون مذهبی رسمی موعظه می شد و باغ تندادن به پاییز را به سان تقدیری ناگزیر پذیرفته بود، مردی از خیش برون آمد و کاری کرد کارستان. نامش حنیف بود و دستانش بهار آورد. در سینه قلبی داشت که جز برای آرمانی والا نمی تپید، آرمانی که زنجیر گسل بود و خرمی خاک را بشارت می داد. چه حکایت شگفتی که باراوری درختی نوپا جز با نثار خون باغبان میسر نبود. پس آنگاه سنگ نخستین فدا به دست آن اولین احداث شد و دروازه تاریخ بر پاشنه حماسه‌ای سرخ‌فام چرخید. ستیق حق را پرچمی فراز آمده بود که فرودی در پی نداشت. رهرو شایسته راه حنیف اینک رایت آرمان او را به دوش می‌کشید تا افق آرزوهای یک خلق را به طالع مسعود رهنمون شود. و این تاریخچه پررنج و خون سازمانی است که آزادی را به هر قیمت اراده کرده است.
آیا اگر نبود دست تو بر گلوی شب، این شام نست تا در رسیدن کدام صبح بیرمق بر ما ادامه داشت. بینندگان عزیز، دوستان و یاران همیشگی سیمای آزادی، از همراهی شما با ویژه برنامه طلوع الماس سپاسگزاریم و امیدواریم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در روزهای آینده باز هم با این ویژه برنامه و همراه با همکارانمون در خدمت شما خواهیم بود و در کنار هم 51مین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو گرامی خواهیم داشت. یک بار دیگه این مناسبت فرخنده رو به شما تبریک میگیم و برای همتون آرزوی موفقیت و پیروزی داریم. خدا نگهدار همگی.